با آقای تقی رحمانی عضو شورای فعالان ملی مذهبی هستیم از پاریس. آقای رحمانی، الان به نحوی شاهد پاسکاری مقام‌های ایرانی و آمریکایی هستیم. به ارزیابی شما قدم بعدی رو کی باید برداره؟ ببینید، دقت کلی برای اولین بار آقای خامنه‌ای یه مقدار دیپلماتیک صحبت کرد و به قول معروف راست افراطی در ایران یک مقدار خالص سلاح کرد، چون ایشان اقدامات دولت رو به اصطلاح به رسمیت شناخت. به نظر من سخنان اوباما که معمولا رعایت عرف دیپلماتیکه کجاها مشخص کرد که ایران اعتماد داره و کجاها مشخص کرد ایران اعتماد نداره. آقای خامنه‌ای هم اعلام کرد که ما توافق رو راست میخوام. خب اگه اینه در نظر بگیریم، می‌بینیم یه اتفاقی در حال افتادنه و این اتفاقی در حال افتادن هست، مخالفینی داره. البته آقای لاریجانی مخالفین گفتگوها نیست و در مسئله هسته‌ای هم عنصر تعیین کننده ای نیست. موضع‌گیری که ایشان میگه زبان دیپلماتیک یه زبان چانه‌زنی است و در رفتار دیپلماتیک دو طرف یک مقدار از خواسته هاشان کوتاه میان به تناسب قوا تا به تعادلی در گفتگوها برسن. به نظر می رسد این در این مسیر ما قرار داریم. خب موضع آقای نتانیاهو دقیقا مشخص از این توافق ناراحته، یک سری هم در ایران ناراحتن، ولی توصیه اینه که آقای لاریجانی هم زبان دیپلماتیک داشته باشه. خب آقای رحمانی، پرسش دیگری که مطرح است، مرتب حرف از توافق بر کلیات و بحث بر جزئیات رو میشنویم ما از طرفین. اگر بخوایم با آن تفکیک بکنیم، الان اختلاف ها بر سر چه هست و بر سر چه چیزهایی توافق شده؟ ببینید، این یه جمله مهم میگفتن، گفتن مسائل فنی در حال حل شدن، بحث توافق سیاسی. توافق سیاسی یه مقدار به رفتارها و اعتماد متقابل و تأثیر قدرت‌ها در منطقه برمیگرده. واقعیت این است که بین حکومت ایران و حکومت آمریکا اعتماد نیست و این روند اعتماد سازی به این ادامه سیستم به اصطلاح دیپلماتیک، رفتار دیپلماتیک هر دو طرف بستگی داره. واقعیت اینه که مسئله هسته ایران هم در گروه مسئله رفتار سیاسی حکومت ایرانه و کنترل بخش تندرو و همچنین اینکه در آمریکا هم دولت اراده اینه داشته باشه که به این نوع تعامل سیاسی بپردازه. ظاهرا دولت اوباما در این مسیر قدم برداشته، آقای روحانی هم قدم برداشته. این جزئیات توافق که میگن در مسئله فنی توافق صورت گرفته یا تمایل هست یا کن و چانه زنی است، ارادش به توافق سیاسی برمیگرده. که این آقای کری هم میگه ما به اگر توافق سیاسی نشد به توافق فنی زیاد نمیشه. ممنون. واقعیت اینه که در عرصه دیپلماتیک این ارتباط وجود داره، باید این تفاهم ایجاد بشه. ممنون. تقی رحمانی عضو شورای فعالان ملی مذهبی از پاریس، متشکرم.